برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سایت شیعت نیوز پاکستان با انتشار گزارشی نوشت قانون جنگل در پاکستان به تصویب رسیده، در حالی که تروریست ها غیر قابل توقف هستند و جوانان شیعه وطن پرست قربانی ظلم و خشونت دولتی هستند. بر اساس این گزارش، طی یک هفته گذشته در کراچی سه جوان شیعه توسط مسئولان سازمانهای قانون شکن مفقود شدند. گفتنی است مقامهای برخی از نهادهای دولتی که به نام نیروی انتظامی دست به قانون شکنی میزنند، سه جوان دیگر را خارج از قانون اساسی روبوده و آنها را مجبور به ناپدید شدن از مناطق مختلف کراچی کردند. دور دوم مذاکرات درباره معاهده بین المللی مقابله با آلودگی پلاستیک 8 تا 12 خرداد در پاریس برگزار می شود. بنابر گزارش رویترز، برنامه محیط زیست سازمان ملل در گزارش جدید خود می گوید همه کشورهای جهان با استفاده از فناوری‌های موجود و تغییرات جدی در سیاست گذاری تا سال 2040 می توانند 80% از حجم زباله‌های پلاستیکی بکاهند. گزارش این نهاد درباره راه‌های مقابله با زباله پلاستیکی 2 هفته پیش از آغاز دور دوم مذاکرات جهانی در زمینه یک معاهده بین‌المللی با هدف حذف کامل این زباله‌ها منتشر می‌شود. سرطان روده حدود 11% از کل موارد جدید ابتلا به سرطان در بریتانیا را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب 4مین نوع سرطان شایع در این کشور است. اکنون پژوهشگران 4 علامت سرطان روده را شناسایی کردند که می‌تواند تا 2 سال قبل از تشخیص ظاهر شود. پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس معتقدند این 4 علامت سرطان روده می تواند نشان دهنده خطر ابتلا به سرطان روده در افراد زیر 50 سال باشد و به تشخیص زود هنگام این بیماری کمک کند. منابع محلی در استان خوست در جنوب افغانستان میگویند که در پی حمله هواپیمای بی سرنشین ناشناس در این استان 2 کودک کشته شده و 3 تن دیگر از جمله 1 کودک زخمی شدند. به گفته منابع معتبر محلی، این حمله بامداد روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت در روستای بهرامخیل این استان صورت گرفته است. گفته می شود که در این حمله منزل مسکونی یک پناهجوی وزیرستان پاکستان به نام مفتی فاروق هدف قرار گرفته و در نتیجه آن 2 دختر خردسالش کشته شدند و خودش با خانم و 1 پسر خردسالش زخمی شده است. در همین حال برخی رسانه ها گزارش کردند که هدف این حمله 1 عضو تحریک طالبان پاکستان بوده است.